هر دو برای تالاسمی هتروزیگوت باشن، اگه فرزند اول این خانواده مبتلا به تالاسمی باشه، این وضعیت ریسک ابتلا به تالاسمی رو در فرزند دوم تغییر نمیده و همچنان هر فرزندی که توی این خانواده به دنیا میاد با احتمال 1/4 یا 25% ممکنه که مبتلا به تالاسمی باشه. یه مثال دیگر رو با هم بررسی می‌کنیم. اگه احتمال برخورد با یه فرد هموفیل در جامعه 1/10,000 باشه، احتمال برخورد با دو فرد بیمار در دو رویداد پشت سر هم چقدره؟ احتمال رو با پی نشون میدیم و میگیم احتمال برخورد با دو فرد بیمار در دو رویداد پشت سر هم که هر دوی این رویدادها رویدادهای مستقل محسوب میشن طبق چیزی که در بالا تعریف کردیم، برابر است با 1/10,000 برای برخورد با یک فرد بیمار در مواجهه اول ضرب در 1/10,000 که احتمال برخورد با یک فرد بیمار در مواجهه دوم هست. این دوتا رو ضرب میکنیم و احتمال برخورد برای دو نفر پشت سر هم رو به دست میاریم. میرسیم به اصول احتمالات. کارمون رو با اصل اول احتمالات شروع میکنیم. در اصل اول احتمالات گفته میشه که بروز یک رویداد تصادفی تأثیری توی احتمال بروز بعدی همون رویداد نداره. مثلا میگیم اگر فرزند اول یک خانواده پسر باشه، تأثیری در شانس پسر شدن فرزند دوم نداره. به عبارت دیگه شانس پسر شدن فرزند دوم همچنان همون 1/2. بعد از اون میرسیم به اصل دوم احتمالات. اصل دوم احتمالات بیان میکنه که احتمال بروز یک یا چند رویداد مستقل به طور پیاپی برابر است با حاصل ضرب احتمال بروز هر یک از اونها. بنابراین اگر بخوایم با فرمول ریاضی بیان بکنیم این موضوع رو خواهیم داشت، پی بزرگ نشون میدیم که برابر است با پی 1 یعنی احتمال بروز رویداد شماره 1، پی 2 احتمال بروز رویداد شماره 2، پی 3 احتمال بروز رویداد شماره 3 تا پی n. یک مثال میزنیم برای اصل دوم احتمالات تا قضیه رو بهتر متوجه بشیم. فنیلکتوناری یک صفت اتوزوم مغلوبه. از ازدواج زن و مرد هتروزیگوت برای این بیماری با هم دیگه احتمال اینکه فرزند اول خانواده بیمار و فرزند دوم خانواده سالم باشه چقدر؟ ببینید وقتی میگیم یک صفت اتوزوم مغلوبه یا به طور کلی یک صفت مغلوبه، منظورمون اینه که افراد هتروزیگوت مثل زن و مردی که توی این مثال باهاش سر و کار داریم بیماری رو نشون نمیدن. یعنی اگرچه حامل ژن جهش یافته هستن، اما ژن جهش یافته فنوتیپ بیماری رو تولید نمیکنه. ما میایم دوتا آلل ژن مربوط به فنیلکتونوری رو با ای بزرگ و ای کوچیک نشون میدیم. آلل سالم رو با ای بزرگ و آلل ناسالم یا جهش یافته رو با ای کوچیک نشون میدیم. وقتی زن و مرد هتروزیگوت هستن، این به این مفهومه که ما در این ازدواج ژنوتیپ آی بزرگ آی کوچیک رو برای یک والد مثلا مادر و ژنوتیپ آی بزرگ آی کوچیک رو دوباره برای والد دوم یا پدر خواهیم داشت. ازدواج این زن و مرد با هم دیگه از نظر ژنوتیپی مثل آمیزش ژنوتیپ آی بزرگ آی کوچیک هست با آی بزرگ آی کوچیک. اینها رو ما به صورت جبری توی هم دیگه ضرب می‌کنیم. این عبارت مثل این میمونه که بگیم 1/2 آی بزرگ به اضافه 1/2 آی کوچیک ضرب در 1/2 آی بزرگ به اضافه 1/2 آی کوچیک. حاصل ضرب این عبارت جبری خواهد شد 1/4 آی بزرگ آی بزرگ، 1/4 آی بزرگ آی کوچیک، 1/4 آی کوچیک آی بزرگ و 1/4 آی کوچیک آی کوچیک. وقتی ما داریم ژنوتیپ ها رو مطرح میکنیم و راجبشون صحبت میکنیم، ترتیب های آللی هیچ اهمیتی برای ما نداره. به عبارت دیگه ژنوتیپ آی بزرگ آی کوچیک هم عرض ژنوتیپ آی کوچیک آی بزرگ در نظر گرفته میشه و ما میتونیم این دوتا رو با هم جمع جبری بکنیم. اگر این دوتا رو با هم جمع بکنیم خواهیم داشت 1/4 آی بزرگ آی بزرگ سر جای خودش، 1/4 به اضافه 1/4 1/2 آی بزرگ آی کوچیک یا آی کوچیک آی بزرگ فرقی نداره و 1/4 آی کوچیک هم سر جای خودش. حالا اگر بخوایم ببینیم فراوانی های فنوتیپی چطوری هن، به خاطر اینکه توی เดี๋ยวๆๆมาทําไม่ทันไงโอ้ไม่เสร็จเลยเอาไปอีกอ่ะเนี่ย
Đem đi ông học thằng Lâm này, hết lấy cái nắp chai đó. Cái cơm, cái chấm chè mặn, lấy cái nắp chai, cái đồ này được cái đồ quả. Cái đồ ra, cái đồ Lâm. Cái đồ Lâm này.